هویدا که وارد اتاق شد هوا دم کرده و فضا پر التهاب بود. او را در صندلی ساده‌ای که در وسط اتاق جای داشت نشاندند. روبرویش رئیس دادگاه و مشاوران و دادستان پشت میز واحدی نشسته بودند. دو اصلی کوچک در کنار صندلی هویدا بود و برخلاف دادگاه اول این بار می توانست در صورت لزوم از آنها برای نوشتن استفاده کند. دفترچه یادداشت زخیمی رو که جلدش از چرم بود روی یکی از اصلی ها گذاشت. هویدا در یکی از روزهای اولی که در زندان جمهوری اسلامی بود از دکتر فرشته خواسته بود که دفترچه یادداشتی برایش فراهم کند. می گفت می خواهم آنچه را که در اینجا بر من می رود در این دفترچه بنویسم. آخرین رد پای این دفتر یادداشت تصاویری است که روزنامه ها در آن زمان از دادگاه هویدا به چاپ رساندند و در آنها دفترچه را می توان روی میز اصلی دید. معلوم نیست که بعد از آن روز بر آن دفتر چه رفت و آیا امروز نشانی از آن دفتر سراغ می توان گرفت یا نه. چهره حضار به نظر هویدا عبوستر و دوستانه نبود نسبت به دادگاه اول. تعداد روزنامه‌نگاران حاضر بیشک محدودتر بود. هادی غفاری که تندروی و فحاشی و لفاظی رو به ظاهر که می گفت انقلابی هست و شایعی دلبستگیش به خشونت شهره خاص و عام بود. او هم چون شکارچی بی حوصله‌ای در کنار هویدا نشسته بود. دیگر از هویدایی که در روزهای اول انقلاب بی پروا از دستاوردهای خودش دفاع می کرد نشان چندانی باقی نبود. این بار هویدا آرام و باوقار تسلیم سرنوشت خودش شده بود. با لحنی نگران از خلخالی پرسید آیا اینها همه پاسداران انقلابند؟ خلخالی سوال هویدا را بی جواب گذاشت. در عوض با لحنی تند و سرزنش‌آمیز پرسید مگر چه فرقی می‌کنه؟ برادران پاسدار ما مثل ساواکی‌های شما که نیستند. حدود ساعت 3 بعد از ظهر دادگاه رسماً آغاز به کار کرد. آیاتی از قرآن خوانده شد و بعد از اون متن کیفرخواست رو که بی کم و کاست عین همان کیفرخواست دادگاه اول بود قرائت کردند. هنوز بر خواندن این 17 ماده به پایان نرسیده بود که ناگهان صدای پره‌های هلیکوپتری کار دادگاه را متوقف کرد. استراب و دلهوره در هوا موج می‌زد. هلیکوپتر پایین آمد، در جای درست مقابل پنجره اتاقی که دادگاه در آن جریان داشت لحظه‌ای توقف کرد. پروازش یکسره غیر مترقبه بود. حتی معلوم بود از چه مقامی اجازه پرواز دریافت کرده بود. هدفش هم روشن نبود. آیا قصد قربت داشت یا مقاصدی خصمانه رو دنبال می کرد؟ هیچ کس جواب هیچ یک از این پرسش ها را نمی دانست. ناچار ترکیبی از خوف و ابهام و شاید حتی خوف و رجا دادگاه را به فلج موقتی دچار کرد. وقتی دادگاه کار خود رو از سر گرفت، ترس و وحشت هم بر این التهاب افزوده شده بود. پس از پایان قرائت کیفرخواست، دادستان آغاز به سخن کرد. حرف و سند و شاهد و استدلال تازه‌ای نداشت. صرفاً دعاوی کیفرخواست رو تکرار می‌کرد. تنها تفاوتش با خلخالی در این بود که در سیاق و گفتارش ترنگی از نظم و انصاف به چشم می‌خورد. البته بلافاصله پس از سخنان دادستان دوباره نوبت خلخالی شد. بار دیگر متهم رو مورد حمله شدید قرار داد. در خاطراتش با تفاخر و فخر می‌گفت 45 دقیقه بی وقفه مورد حملش قرار دادم. منظورش هویدا بود. می‌گفت جنایات رژیم پهلوی رو باز گفتم و همدستی هویدا رو در همه آنها نشان دادم. حتی
ابایی نداشت که بگوید سرنوشت هویدا قبل از شروع دادگاه قطعی شده بود. در خاطراتش اذهان داشت که ما شش دانگ حواسمون جمع بود و نمیخواستیم که کلاه سرمون بگذارند. لذا با کمال جدیت قصدم این بود که تا پایان محاکمه و حتی اعدام هویدا کسی در خارج از زندان از سرنوشت او مطلع نشود. وقتی هویدا به دقت کیفرخواست و حملات تند رئیس دادگاه و دادستان را شنید، وقتی فضای سنگین و ملتهب دادگاه را سنجید، وقتی به زمان و شرایط نامتعارف کار دادگاه اندیشید، انگار یأس و تسلیم یک سره بر او چیره شد. به نحوه کار دادگاه اعتراض داشت. می گفت کسی به نمایندگی از دادگاه به او وعده داده بود که کیفرخواست تازه‌ای تنظیم خواهد شد و متن آن پیش از آغاز کار دادگاه در اختیار او قرار خواهد گرفت. می پرسید بنده اینجا روشن نیستم که راجع به کدام کیفرخواست صحبت می کنیم. وقتی که جوابهای سربالا گزیده خلخالی را شنید بی‌پروا گفت باز هم عرض می کنم اینجا قربانی لازم است. بنده تسلیم. لحظاتی بعد لبخندی بر چهره خلخالی دید و این بار از درشتی در آمد و گفت لبخند شما آقای رئیس منو از نظر روحی تقویت می کند. این جلسه و گفتگوها فقط برای حفظ ظاهر است. دریافت که سرنوشتش رقم خورده و این بار به محض آنکه خلخالی هویدا را مورد حمله قرار داد، او هم وسط حرفش پرید و گفت قربان قاضی که نباید علیه متهم حرف بزند. با استیصال از خلخالی پرسید از من چی میخواید؟ خلخالی هم در پاسخ گفت شما مفسد فعل عرض هستید و به او پیشنهاد کرد که آخرین دفاعیات خود رو به سمع دادگاه برساند. خلخالی از این حرف آشکارا نشان میداد حتی پیش از شورای دادگاه رأی هویدا قطعی و تعیین شده بود. هویدا هم به جای آن که آخرین دفاع خودش رو بیان کنه با خلخالی در مورد عقلانیت اتهام مفسد فلعرض صحبت کرد. شکی نیست که خلخالی به خون هویدا تشنه بود. هویدا در دادگاه چنین کسی از ظرایف زبان عربی و از عقلانیت اتهام فساد در زمین سخن میگفت. هویدا اذعان داشت که در دوران صدارتش مرتکب اشتباه شده بود، اما در این حال تاکید داشت که در این دوران جامعه ایران از پیشرفت‌ها و ترقی چشمگیری برخوردار شد. می گفت دادگاه باید جوانب مثبت و منفی کارنامه من را در نظر بگیرد. انگار به تدریج روحیه مقاوم حتی سرکش خود رو باز یافته بود. همینجا بود که بی‌پروا به دفاع از کارنامه دولت خود پرداخت و می گفت برنامه ما برای جامعه ایران مترقی بود و هم از حقانیت تاریخی برخوردار بود. تأکید داشت که متاسفانه فرصت کافی پیدا نکرد که این برنامه رو به شکلی کامل و تمام به مرحله اجرا درآورد. اما خلخالی جلوی صحبت‌های هویدا را گرفت و تأکید کرد که وارد جزئیات نشید. هویدا به تندی و تلخی گفت که در این دادگاه از جانم دفاع می‌کنم. می‌گفت من مجبورم جزئیات و آمار و ارقام را بگویم. خلخالی قانع شد و از هویدا خواست که به مدافعات در سطح کلی ادامه دهد. سرانجام هویدا به نشانه سرکشی و دلزدگی از کار دادگاه سکوت اختیار کرد. دست راستش رو با ترکیبی از عصبانیت و بی‌اعتنایی در هوا تکان داد و با این حرکت نشان داد که دیگر در مقابل این دادگاه سخن نخواهد گفت. بدین سان مرحله‌ای از کار خلخالی پایان یافت و او به اصطلاح وارد شور شد. سه روحانی دیگر آذری قمی، جنتی و گیلانی ناظر و مشاور دادگاه بودند. طبق سنت اسلام این مشاوران تنها در زمانی که در کار دادگاه مداخله می کنند که ببینند بی‌عدالتی شده و چون در دادگاه خلخالی نشانی از بی‌عدالتی نیافته بودند دخالتی هم نکردند و ساکت نشستند و کار دادگاه رو نظاره کردند. دقایقی پس از آغاز شور خلخالی رأی دادگاه را اعلام کرد و گفت مفسد فلعرض بودن و خیانت امیر عباس هویدا به ملک و ملت محرز می باشد و مشارالعلی محکوم به اعدام و ضبط اموال می باشد. ناگهان عرقی سرد بر صورت هویدا نشست، چهرش رنگ باخت و
برای نجات جان خود بار دیگر به سخن آمد و گفت: میدانم میخواهید منو بکشید، یک ماه فرصت بدید تا تاریخ دو دهه اخیر رو بنویسم. هویدا میدانست که زمان متحد اوست. خلخالی هم به این نکته واقف بود و به همین خاطر بی لحظه ای تأخیر پیشنهاد هویدا رو رد کرد و میگفت: بسیارند کسانی که می توانند این تاریخ رو به قلم بیاورند. پس دستور داد متهم رو از اتاق خارج کنند. در این حال حکم کرد هیچ کس حق خروج از اتاق را ندارد. کماکان نگران دخالت دولت موقت بود. ترسش این بود که کسی از اتاق خارج بشه و به دولت بازرگان خبر کار دادگاه را برسونه. میدانست که در چنین حالتی بازرگان و کابینش قاعدتاً سعی خواهند کرد اجرای حکم رو به تعویق بیندازد. خلخالی مصمم بود که فرمان امامش رو به مرحله اجرا درآورد. نمیخواست کسی او رو از سهمش در این لحظه تاریخی محروم کند. از اتاق که بیرون رفتن، هویدا بار دیگر برای نجات جان خود اقدام کرد. از خلخالی خواست که بگذارد با احمد خمینی صحبت کند. میدانست که در گذشته به احمد خمینی کمک کرده بود که به خمینی، یعنی پدرش که به عراق تبعید شده بود، بپیوندد. امید داشت که شاید این کار خیر دیروز نجات جانش رو کفایت کند. خلخالی دوباره بی تأخیر و تردید خواست هویدا رو رد کرد و گفت: از احمد خمینی دیگر کاری بر نمیاد. تأکید داشت که کار فوق‌العاده‌ای که برای احمد آقا کردید این بود که به فرض دستور دادید برای ایشان و یا همسر امام یا دختران ایشان گذرنامه صادر کنند. این مسئله ای نیست که بتواند به شما کمک کند تا تبرئه شوید. آنگاه خلخالی به هویدا دستور داد که وصیت‌نامه خود را بنویسد. هویدا از انجام این کار امتناع کرد. خلخالی سرپیچی هویدا را به تلاش برای نجات جان خود مربوط می‌دانست. می‌گفت هویدا به غلط گمان داشت که اگر وصیتی ننویسد ما هم از اجرای حکم دادگاه امتناع می‌کنیم. مهمتر از همه این که می‌دانیم پیش از بازداشتش وصیت‌نامه نوشته و آن را نزد یکی از منشیان خود به امانت گذاشته بود. به برادرش فریدون هم وجود چنین وصیت‌نامه‌ای رو خبر داده بود. به علاوه شاید هویدا نمی‌خواست با نوشتن وصیت‌نامه دادگاه انقلاب و رأیش رو مشروعیت ببخشه. هویدا سپس از طریق یک راهرو به سوی حیات زندان هدایت شد. او قاعدتاً می‌دانست در انتهای آن راهرو چه فرجامی در انتظار اوست. هادی غفاری که در طول دادگاه در کنار هویدا نشسته بود و خیره نگاهش میکرد، همراه خلخالی و گروه کوچکی از پاسداران و روحانیان پشت سر هویدا گام میزد. به محض آنکه پای هویدا به حیات رسید، یکی از کسانی که از پشت سرش میآمد، هفت تیری در دست گرفت و گلوی هویدا را نشانه رفت و دو تیر خالی کرد. هویدا به زمین افتاد. خون از رگ گردنش فواره می‌زد. آن که به هویدای 60 ساله تیراندازی کرده بود می‌خواست او را به مرگی تدریجی و پرعذاب بکشد. انگار مرگ فوری جوخه اعدام را مناسب حال هویدا نمی‌دانست. هویدا که می‌دانست زخمی مهلک برداشته، به شخصی به نام کریمی که در صف همراهان خلخالی بود رو کرد و به تمنا خواست که جانش را بستاند. کریمی هم ظاهراً از سر لطف هفت تیر رو به دست گرفت و تیر خلاصی بر جمجمه هویدا زد. هویدا دیگر واپسین لحظات حیاتش رو پشت سر می‌گذاشت. گویا به زمزمه گفته بود قرار نبود اینطور تمام بشود. به اعتبار عکس‌هایی که از جسد هویدا منتشر شد و نیز به استناد گزارش رسمی پزشکی قانونی و مشاهدات دکتر فرشته میتوان گفت که بیشک هویدا را نه یک جوخه اعدام بلکه سه گلوله یک هفت‌تیر کشت. دکتر انشا میگفت آنها که توسط جوخه اعدام به قتل می رسند، صورتی کبود پیدا می کنند، درست مثل کسی که خفه شده است. اما در صورت هویدا این رنگ و حالت نبود.
وقتی خلخالی از مرگ هویدا اطمینان پیدا کرد، به اتاق دادگاه بازگشت و حضار را از سرنوشت هویدا مطلع کرد و سپس خود لحظاتی بعد زندان قصر را ترک گفت. در حال خروج بود که یکی از مسئولان زندان به سوی خلخالی شتافت و پرسید تکلیف هویدا چیز؟ باید با او چه کار کرد؟ به دیگر سخن تا آن لحظه حتی بسیاری از مسئولان زندان هم از سرنوشت هویدا بیخبر بودند. خلخالی در جواب گفت دیگر هویدای در کار نیست و به راه خود ادامه داد. در روز مرگ هویدا نشریات پایتخت سرمست از باده پیروزی صفحات اول خود رو به عکس‌هایی از جسد خونالود هویدا تخصیص دادند. در روزهای اول انقلاب تهران شهر بی دولت بود، با این حال مردم شهر کم و بیش از جنون کینه‌توزی و خونخواهی های جمعی دفاع می کردند. این بود قسمتی از برخورد خلخالی با زندیات هویدا در دادگاه، برگرفته از کتاب معمای هویدا